وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ബഹുമാന ആദരവുകൾ നിറഞ്ഞ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ജഡ്ജസ്, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പ്രവർത്തകരെ, തൻസീൽ കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ഭാഗമായി നടത്തപ്പെടുന്ന ഹിഫ്ളു മുസാബക്കയുടെ ഫൈനൽ റൗണ്ട് മത്സരമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ജഡ്ജസ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ വ്യക്തമായും മനസ്സിലാക്കുക. ചോദ്യം മനസ്സിലാവാതെ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള സാവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഹിഫ്ളിൽ നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ, 5 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുക. അതിന് 50 മാർക്കാണ് ഹിഫ്ളിനായിട്ട് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ മുതശാബിഹാത്തുകളായ ആയത്തുകളിൽ നിന്നും 2 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുക. അതിന് 20 മാർക്കാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ തജ്വീദ്, അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് 20 മാർക്കാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഹുസ്നു സൗത്ത്, ഓരോരുത്തരെയും പെർഫോമൻസ്, നല്ല ശബ്ദ അനുരാഗം, ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അതിനെ കണക്കാക്കി 10 മാർക്കാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. മൊത്തം 100-ൽ 100 മാർക്ക്. അപ്പം ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി വളരെ സാവകാശത്തിൽ ജഡ്ജസ് പറയുന്നത് വരെയും നിങ്ങളുടെ ഓദലുകൾ തുടരേണ്ടതാണ്. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജഡ്ജസുമായിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അള്ളാഹു കാര്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലാവർക്കും എളുപ്പമാക്കി തരട്ടെ. നല്ല ഓർമ്മശക്തി പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇതൊരു മത്സരമാണെങ്കിൽ പോലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആനാണ് നാം ഓരോരുത്തരും പാരായണം ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടെ, തികഞ്ഞ അദബോടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആനെ നാം സമീപിക്കുക. അള്ളാഹു നാം എവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له
ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس مما ترك وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فإن كانوا وله أخ أو أخت فلكل وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين
كفروا زحفا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. حسنا جزاك الله. أعوذ بالله من الشيطان. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا في هذا القرآن ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار نعم أو يكون لك أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة